سلام سلام سلام، چطوری؟ حالت خوبه؟ خسته که خستم راستی شده خیلی. چرا خدا میکنم دیگه این هانی کنا رو پیدا نمیکنم، چیکار کنم؟ والا اونایی هم که بیاند لب و دهن و فقط بیان خوش میگذارم و میرم. نه واقعا میرم کی خوش میگذارنه؟ همه فالوورات بابا بذار خوش بگذارم، ما اومدیم قصه بشیم بدیم. نه عزیزم، نه به خاطر اون. به خاطر چی؟ مثلا لب و دهن هم باور تو میدونم کجا هستن. منم خوراک، منم خوراکم لب و دهنه. نمیبینی همه شعرام همش از لب و لوچه هست؟ سید اون کتوله کی بود دیشب؟ اون بچه خوب هنرمندن. آره ببین یه سری باید رفتن تو لایوش، خب چند وقتی شد دیدم داره میرخصن. آره کارش خوبه، خودش هادی کوچولو، خودش بچه اسپانه. خب شما که خدافزی کردی رفتی، خب برای من چیز فرستا درخواست و اینا که بسیلا با من صحبت کنی، اینا من رد دادم. اینو باشه خدا همه برق میگیره با چرا نفتی. بچه های خوبی هم، بچه های خوبی هم. اون هنرمند هم سر بچه ها با قول معروف شوخ هم خیلی هم میان باشون. شام میخوردی؟ نه شام نه، اون موقع نهار میخوردن. نهار بود؟ لوبیا پلو. آره لوبیا پلو جات خالی بود. خیلی هم چسبی. خودت خوبی؟ سلامتی؟ چه میکنی؟ چیه این چند روزه همش میبینم میگی دپرسم، حال نهرم، بی حالم، چته؟ عاشق شدی شده؟ راست شد یکم 50-50 ها؟ 50-50 ها سنو؟ آره هنوز ثبات پیدا نکرده. فعلا فکر بکن، فکر بکن، فکر خوبه. من هم هانی رو پیدا بکنم ازدواج بکنه با هانی؟ خدا دستتون دیگه. چه خبر؟ سرد اون ها؟ سرد اون وقت؟ آره به خدا داره سرد میشه. بجون اینجا رطوبت بالا، سری خودش نشون میده سرد. شرجی هم میشه اون وقت؟ شرجی که نه، آفتاب نداریم که شرجی میشه، ولی رطوبت بالاست. رطوبت آخه توی شمال الان همین ایران شرجی میشه. تو شمال شرجی سمت مثلا جنوب میشه، مثلا جنوب مثلا ایران دیدی گرما و چیز رطوبت بالا میشه، میشه شرجی بهش میگن شرجی. تا اونجا که من فهمم میرسه رو نمیدونم. نه شما رو من بزرگی هر عزیزم آقای دوستای عزیزم خیلی جوون میشه. جدی؟ خدا خدایی سبین تو آسانو فرق میکنی شیر میره. بذار بلند شد. نه بخواب راحت باش. نه خوبه دیگه نمیشه، باید بلند شد. شام کی میخوری؟ شام نمیخورم من. من والا راست حسینی یه ذره شکم آوردم، چیکار کنم یه ذره این چربی شکم زود آب بشه؟ ببین کاهو چیکار بگم؟ حالا شما ورزشکاری سالاد کاهو سالاد میگن. آره؟ ماست کدو هم خوبه. راسته کدو حلوایی؟ نه کدوهای قلمی. کدوهای قلمی آره آره میگن. آره. اونا رنده بکنی با ماست شبا بخوری. شیوید هم خوبه. شیوید شیوید اینی که با باقالی پلو اینا میخورن اینا. آفرین. آره آره ببین بلدم یه چیزایی بلدم. نه آره بابا چی درست میکنی شام؟ شام چی بودی؟ شام چی؟ شام مثلا چیا درست میکنی؟ شام نهار شام که گفتم ببین من صبح مثلا صبح صبحونه میخورم، حالا ما بین 7-8 الان 9 صبحونه. سلام به عزیزای بزرگوارم همه تو خوش اومدید.
بعد ما بین 3 تا 5 هم نهارم و شامم میشه. یعنی آره دیگه نمیخوام. آره اگه مثلا شب گشنه چیزی شد، حالا یه چیز خیلی خفیفی، بیسکویتی، گلدوی، بادومی، تنقلاتی، همچین چیز تغذیه‌ای. آره عیزای دلم، آره عیزای دلم، همه تون خوش اومدید. چشتال منی خوش اومدید به لایو بانو شوره تهرانی عزیز. آقا محمد از جن کی میگه؟ به خدا یه نفر من گفت جن انا اصل نوشته سید. این چیه دیگه بانو اصل؟ ایشون بانو اصل 17840 نوشته سید. این چیه دیگه؟ این بانو شوره تهرانیه. نمیشناسه منو؟ نه نمیشناسه شما. نه با این باره فکر کنم. این که من خوب ممنونم. من میدیدم امروز همش میگفتی من دپرسم، ناراحتم. چته؟ جریان چیه؟ هیچی؟ چی؟ هر چیز بودتر سردیس بشه. حالی آمین آمین. شما خیلی زحمت بشه. ایشالا که خدا قبول بکنه، این مهمه. اعمال آدم خدا قبول نکنه در این سر داره. خدا هستی خدایی عزیز من، خیلی خوب هستی. ولی بعضی هم بیادبی میکنه. چرا این چند وقته همه مینالن از نت؟ چرا؟ جریان چیه الان؟ همه الان دارم مینویسن، خیلی هاشون از نت می... چند روزه من متوجه شدم، ما چند روز اخیره. چرا؟ چه میدونم، حتما ایران کارا انگولای منگولای کنه. میگم بازم لابد کارا هانیکونه هست. اندازه گردنو، اندازه گردنو، هر چیه بندازه گردنو. هر بیزین نازده این همه چیز از بستش پر میاد. مال شونم میگردم. شونه من کجاست؟ چه تو شونه داری؟ یه برس داری؟ یه شونه مشکلی؟ نمیدونم کجاست. نمیدونم زیاد ساعت دارم. زیاد ساعت دارم. زیاد ساعت دارم. اینایی که دم دسته، ولی اون چیزی که میخوام ساعت روشه. حرازت کردم آتی زدم به مالم. من نمیبرم. من ندارم. والا چی بگم، نیست. تلفن هم زیاد دارم. میخوام اینا رو همه رو آتیش بزنم به مالم. نه باز باش. باور کنی با کنی آدم هایی هستی که تنوع دوست داری، درسته؟ نه تنوع چیه؟ نه به خاطر همه اینا جمع شده. نه خب ببین، نه اینجوری هم نیست، باور کنیم که نه نیست. نمیستم نیستش. بذار با تصویر ذرا حال بکنم. به چرخ بگم اونم لایو تو دارن میزنن شوره. کی؟ یکی از بچه ها نوشته بگم اونم دارن لایو تو میزنن. همینو؟ نمیتونه فکر نم. شما امنیت پیج تو بردی بالا؟ آره والا در اونجا که میتونستم. اوکی آخه اون یک پیج تو نمیدونم اینا چی جوری میگم، من متوجه نمیشم. والا منه که زدن یکیشو، خبر داری چی جوری؟ چی جوری؟ من نمیدونم، من اصلا روشن کرده. خب خب باشم. بلدی مثلا به این اینستا پیام بدی و این صحبت ها که چرا آره بستی؟ آره. خب ببین هکش کرده بودن. چی دادی؟ هکر چیز کرده بود، هک کرده بودن. خب برگردوندن؟ نه ببین اینستا رو هک نمیتونن بکنن. میتونن شما اگه شما اگه نه نمیتونن. اگر
اگه امنیتش برده باشی به پیج اینستاتو به تلفنت و ایمیلت و دو زمانه کرده باشی و به گوشیت اسمس بیاد اینا هک نمیکنه، فقط برات ریپورت میزنن بسته میشه. چرا من یه سر هزار تایی داشتم خب اونو هکش کردم. خب حتما امنیتشو من 4-5 تا پیج داشتم بالا بودم، یه روز دفعه سرش نیست، بعد فهمیدم کیه. البته این کار کردم چون رو با من صمیمی بود و من در روده هرچی که بود نبود به اون گفته بودم، خیلی راحت دوزید دیگه. خب ببین از اون اول مال خودت بود پیج؟ آره. یعنی خودت ساخته بودی؟ کلا من خودم. آره آره. بعد به تلفنت یادم پست می‌ذارم، می‌بینی پست‌های مختلف می‌ذارم به خاطر سلامت مردم. پستات چه خطرناکن خدا وکیلی. نه خب یکی سکسی دوست داره، یکی مثلا درباره سیاست دوست داره، اینا همه رو هم می‌ذارم متنوع، یعنی هم خوشحال بشه. آره. هم سیاست و هم سکسی، یعنی دو تاش با سه شروع میشه. اصلا این سکسی‌ها رو که می‌ذارم انقدر خوشحال می‌شن یارو اصلا. چرا؟ نمیدونم کم بود برو میشه تو ایران خیلی کم بود. خب میان اینو به تو میبندن میگن خود کم بود داری. نه همه من میشناسن، میگن خود کم بود همه شنگی پست مستا میذاره. نه اتفاقا تو دایرکت بر من میفرستن چند پست از این چیزا، گفتن تشکر و قدردانی میکنن نه که این پستا میذاره. آره نه یکی دو تاشون دیدم که شروع کردن به این سکس بکسی گذاشتن، اونا گفتن دفعه آخرتون باشه یعنی بلاکتون میکنم. بعد گفت که نه ببخشید من خاطر این گذاشتم که شما بذارید توی پستاتون، گفتم لازم نکرده. ببین اصلا یه اشتباهی که میکنید، شما نباید توی دایرکت به کسی جواب بدید، خصوصا که اصلا نمیشناسیش. تو دایرکت که جواب بدی سریع همونجا برات ریپورت میزنه بندم که شما وارد حریم خصوصی اون شدی و مزاحمت ایجاد کردی. اینستا هم روی حریم خصوصی حساسه، لذا اصلا نباید جواب بدی کسایی که اصلا نمیشناسی. یه دونه سکسی گذاشتم سریع اینستا پاکش کرد، کلا لخت اور بود یارو. خدا دستت، خدا هدایتت بکنه. نه من چیزی ندارم، من مردا میمونم. بابا خب میگی مردا زنا بهت گیر میدن، بگی زنی مردا گیر میدن. صد هزار تاییه خب یه دونه فیلم سوپر هانیکونا داریم، نمیدونم چجوری منتشرش کنیم. آره بابا بده من بذارم هر چیز بابا کن میگه لشی گردنم رو میکنم. بچه رو اپارک دانشجو، بچه رو اپارک دانشجو شما شده خانه رو کرده توی چیز توالت در بردی من اونو گفتم پسته رو. ایوالا دمت گرم. خلاصه آره بعد بچه رو از ترنسر بدبخت از پارک دانشجو برداشته برده تو باغ جاجودش هانی کنه، بعد قمر رو گذاشته بالا سرش گفته باید بیا منو ترتیب منو بدی، بعد بدبخت ترس لرز سر سرش سرش داد میزنه میگه نشی گردنمو میک بزن. چرا این کارو بکنم؟ از خدا به دور خدا وکیلی ها. نه خیلی حرون زاده است، خودش به هم میخوره به عبر سر کسافت. آره والا کسافت. این هم از هانی کلای ما هر بیشی همه تو خوشم میدیم. حالا بینم بهش زهرا اول بینم وحید و زیارت میکنم روح شاد یادش یادم، یه فاتحه بر ما هم بخونه طرف ما. بعد چند تا اونجا هستن دوستاش هستن اینا حتی تورک و اینا میگه که اون همیشه بیا جو بودم من همیشه میگه کیشی فامیلشی یا مثلا دوست دخترش بودم قبل از زنده بوده گفتم نه سلام کار بگم بجیم چون قوی بوده. اوکی. من آدمای قوی رو خیلی دوست دارم، کردا رو خیلی دوست دارم بخاطر اینکه قوی هستن، هم زنشون هم مردشون. ایوان ممنونم. همه هم به من میگن کردی،
میگه ترک کرد نداره، هر کی مرامش بهتر باشه و مشتی تر باشه مقبول تره. بعد به زورمول نیست، به عقل و ادب آدم. آقا رسی، آقا رجبی، همه تو خوش اومدی از دلتنیم. اینطوریه نه ببخشید اگه فراموش کردیم اسمی رو، بانو سمیه، آرش عزیز، همه تک تکتون رو خوش اومدیم. هربیجی زاخو، کردستان، دهوک، سلام کاکا گیان، خوشاتی، عشق منی. چه خبر دیگه؟ نه خبر خاص. برنامه گذاری کنیم؟ شما؟ سرکاری میذاری؟ نه والا. نه خودت سرمایه جهانی هستی. میخوای بیا اینجا سرمایه بذاری؟ نه مثلا یه رستوران مثلا چقدر چیزش میشه؟ بستگی داره، بستگی داره. فداتون بشم عزیزای دل من. انشالله انشالله صحبت میکنم بعدا؟ بعدا من میده خود دایرک برای ما بفرست، پولاتو بفرست، پولاتو برای ما بفرست. شنیدم میلیارداری، خودت میگی میلیاردارم. مال راست و دروغش با خدا سال راست میگی میلیارداری. من یادم دروغ بایده من یادم روکیه. آره یه میلیاردشو برای ما بفرست، یه میلیاردشو برای ما بفرست. آره حالا یه میلیارد برای ما بفرست، ما نون شب نداریم. ما نون شب نداریم. نه شما خیلی دارید و من عزیز به چند نفر کمک کردی حسابی داشتن عزیزم. عزیز فیس میگه سید یه پلنگه رو از کجا آوردی؟ این شیرزنه اونو تهران. فدای همه تون، همه تون خوشمون. یه آدمی تقریبا 4-5 ماه خرجشو دادی. نه بابا شایه هست. نه شایه هست چی؟ ما کسی کمک میکنه. واقعیت شایه هست. شایه هست باور نکن، شایه هست. بچه عزیز منی خدا رو زد اینقدر زرگی مثل حضرت علی رفتار بکنی. حضرت علی وقت شهید شد تازه متوجه شدن که کی بوده که می اومده مولانا امیرالمومنین اون خورما میداده و عزیز دارم. ما کجا امام علی کجا؟ ما گرد نهل امام علی هم نمیشم. فدات بشم پیغمبری. خیلی هم زحمت بشه به همه کمک کردی. عزیز دارم من خدا حفظتون کنه. همه میگن این پلنگ این ایستا رو از کجا گیر آوردی آقا سید؟ به من گفت جن. جن نه شکلا نه بابا. اتفاقا که یکی بود بچه کجا بود می اومد تو لایو آزادیش آقا ایوب نظری، واقعا مثل جنا بود. واقعا میشناسم آقا ایوب. نمیدونم اصلا نه چش داشت نه نمیدونم. فکر کنم جانبا حالا دارم یه روز کلیپشو میدونم. صورت سوخته. آره فکر میکنم جانبازم باشه. حالا فکر کنم دوران چیز بود. آقا من سوهر جان میگه آقا سید ایشون رو معرفی نمی کنین. من بانو شوره تهرانی از خوبان و شیرزنهای بچه های تهرانه، خیلی با معرفت هم هستن. ما تا حالا جز خوبی و مهر و صفا ازشون ندیدیم. زنده باشن به نام حضرت عشق. روزای اول ما فکر میکردیم فکر خیلی سر آره خیلی سر به سرشون گذاشتیم. چقدر من عذاب دادیم شما خدایی. نمیگذرم از حق و ناس. خلاصه خیلی سر به سرشون گذاشتیم اون ایام. به قول معروف رو نروشون رو عصبشون راه رفتیم. هی مشکوک میزدن برامو. بودیم آقا چیکار کنیم اینو ما بالاخره بدنیم واقعا شوره تهرانی نامی هست یا نه. ما یه چی بود او یارو چیزه چی بود شهناز تهرانی داشتیم. نکنم همون شهناز تهرانیه.
یا چی یه جور دیگه بالاخره میگن که تو خواهرشی، گفتم که من از خودم عشق من خواهرش هم سهرانی باشم. خلاصه بعد تا یه روز دیگه گفتیم نه، درخواست دادیم رد داد، درخواست دادیم رد داد، درخواست دادیم رد داد، یه اومد بالا فهمیدیم با زد اینجا سرمون تو سرتو زدی به دیوار واقعا درد نکرد والا دیگه کلست دیگه کلست دیگه آه خشن شما خیلی آتشی هستید سید اولاد تهران عصبانی میشید آره سیده میگن خیلی عصبی اینطوری خلاصه ما میگن که تو سیده هستی اینقدر عصبی هستی گفتم نه سید نیست تو خیلی عصبی ها زود منم قاطی میکنم خلاصه دیگه ما گفتیم اگه این زن در اومد ما با سر میریم تو دیوار هرچی چیزی داره آره آره والا ما هم دیگه یا الله یا الله گفتیم و به قول معروف بوردیمش بالا گفت بیار بالا اینم میخواست سر ما رو ببینیم میزنیم به دیوار یا نه والا ما هم بوردیم بالا چشتون روز بعد نمینه با سر رفتم تو دیوار آه خدایی بگو بام تعجب کرده بودی خیلی به من گفتن که بالا ببینیم مرد فلانه ما یه قلقلک میدادن آخر شما دیگه سب آما عزیز گیانی هر بجی انت الغالی حبیباتی عزیزاتی یا هلا بیکم خوشاتن زور سپاس یو ویلکام ایوریبادی ماشاءالله مشتش آواز مخوندی حسابی آره اشکولانه میدادی من همیشه عاشقم بانو تهرانی من همیشه عاشقم من یه لحظه بدون اسم تونم زندگی کنم عاشق خدا درسته؟ عاشق خدایی دیگه همه چیز ببین هر چیز که میبینی باید بهش عشق ببرزی اگه بهش عشق نبرزی که نمیتونی لذت ازش ببری درسته یه کسی دیدم کی نوشته فاک یو اینو هایدش کن این محمد حسین نوشته فاک این نوشته فاک آمیتی میگه عاشق شده میگه عاشقت شده حالا کی من عاشق شدم یا بانو تهرانی جفتم ای جانم خوشت نمیاد اختیار دارین شما تازه سرین شما تازه سرین میگن فردا الان میذارن سیف میکنن میذارن توی گندگوزا سید آقای پوش با پلنگ تهران آره سید آقای پوش با پلنگ تهران اشکونه رو در میکنن انقدر برنسه تا بمیرن حسودیه خیلی حسود داری ها نه میگه سید بپا از طرف بچه های هانی نباشه پهلوانه خب حسودی میگه عزیز من پهلوانه همه زیر چیزم زیر تیغم عزیز شما ما کوچیک شما میگه سید حواست بش میگه سید حواست بش باشه از طرف بچه های هانی نباشه دیوونه افیسال عزیز جان دل من میگه سید هانی از هر راهی وارد میشه که زمینت بزنه عمرن حتما من خواهر هانی هم پهلوان شیخی خوشاتی داشت اینا شبانه روزی شبانه روزی از این داما برای ما زیاد ریختن حالا با شعر تهرانی که عزیزه محترمه ولی از این دامان زیاد برای ما ریختن از روزای اول از معذرت میخوام این گیا شبانه روزی بودن آقا من صحبت ما نه شکلمون نه قیافمون به این حرفا نمیخوره نه موضوع بحثمون اینا چی هن این گیه میا اینا ترانسپرنس ها و مفعول ها رو شب میومدن تو دایرکت میومدن تو واتساپ بدن کثیفشون رو نشون میدن خدایا
اینا چیکار؟ بعد آره بعد دیدن نه میخواستن یه آتو از ما بگیرن. بعد حتی دارم وایس های بیناموسیشو دارم که میگم آره من یه گردان زن دارم، یه گردان فلان دارم، میفرستم برات کلیپ میلیپ بدم بیرون و خرابت بکنم. آره بعد میگم اونم آقا جان گردان چاغال مقاله و محصولات دیدیم، حالا گردان زناتونو بفرست ما ببینیم هانی کنا، بالاخره تشنه زیاد داریم تو این مملکت. شاید به کار هیچ غلطی ببین هیچ کس هیچ کاری سر دل کنه تو هم موفق میشی. خدایی توکل بر خدا، توکل بر خدا، توکل بر خدا. فعلا که ما یه گوشی گرفتیم و داریم فقط آگاه سازی میکنیم، نه کسی خواستیم کار فیزیکی بکنه نه کار. من فقط میگیم حقایق رو باز میکنیم، راجبش صحبت میکنیم که مردم آگاه بشه، کاری دیگه نداریم. ولی بیشتر میان کار نداره من گوش میکنن، من مسئله واسه نداره، من یادم رو چیم بیشتر لب و دهن چی بگم بیان آقا، بازم لب و دهنم بازم دمشون گرم، بهتر از اونو که ساکتن. من دیروز یک کلیپ دادم بیرون طالب نیست، من گفتم بذارم من نذارم نمیدونم همون که داری خوش میدی؟ یه چیزی تو همون چون مایه هایی ولی بدش کن من گوشتم پستم. نه اون نه، یه کلیپ دیگه. آه یکی دیگه؟ آره من آخرت قاطی کرده بودم دوباره، من رگ ساداتیمون گرفته بود، دونم بالاخره حکی کردم با سکوتش از هانی دفاع میکنه فلان فلان فلانش، هر کی عکسشو لایک میکنه، هر کی فیلمشو میذاره، هر کی ازش حمایت میکنه، هر کی بالا خواشه، هر کی با سکوتش از هانی دفاع میکنه فلان فلانش. خیلی موقع ببین نباید جلو ظلم سکوت کرد. امام حسین اومد یه درسی به ما داد، امام حسین مگه نعوذ بالله چجور کلمه به کار رو برم که توهی نشه خدایی نکرده، مگه نمیدونست جلو 72 خودش 72 نفر بودن جلو 30,000 نفر میکشنش؟ میدونست، همه رو میدونست. ولی تا لحظه آخر آره ولی تا لحظه آخر وایساد حرفشو میزد. به قول دکتر علی شریعتی خدا رحمتش کنه میگه آمد به ما درس بده که به هر اندازه و به هر شکلی که بودیم جلو ظلم بیستی، حتی به یک کلمه همه یاراشو جمع کرد و خاموش کرد همه جا رو، گفت هر کی میخواد بره فردا شهید میشه. درست همه اینا رو میدونست، همه رو میدونست، ولی تا لحظه آخر وایساد و آگاه سازی کرد و باشون حرف میزد. حتی روایت داریم موقعی که شمر لعنت الله علیه رو سینش نشسته بود داشت سرش میخواست جدا بکنه، بهش میگفت این کار رو نکن، من نگران عاقبت تو هم، به خودت بیا توبه بکن. ببین سید شاید کسی باورش نشه ولی من هیچ کاری ندارم. سید امام حسین رو پارسال مامانم رو نبرنا زیاد دیدم که یه مقدار صدات بد میرسه، یه مقدار صدات خواب دیدم پاهام یخ کرده. خب بعد به مامانم گفتم که مامان یه دونه پتو بیار بکشن رو پاهام، پاهام یخ کرده. مامانم در این مسافت که رفته بود امام حسین آمد روبروی من بدون سر، فقط من گفتم سه بار یا امام حسین یا امام حسین یا امام حسین، که مامانم اومد گفتم مامان امام حسین من دیدم. لا. گوشت قیمه ای که پدرم چیز هر سال چیز میکنه اینا خیلی نرز میدن، انقدر نرز میدن حد ندارم. اینه برشتم من خودم چیز کردم و نظر ادا کردم. حالا امسالم خواب امام رضا رو دیدم. قبول باشه، خوشحال سعاده. حالا هر کی ببینه میگه که مثلا مامانم خانم جلسه ایه، خب مثلا قرآن اینا میره ولی میگه یه بار خوابارو نمیبینم. خدا حفظشون. میگه یه بار من این خوابو نمیبینم، این چطور میبینه؟ قلب میخواد، قلب خاک. آره
شیل و پیله. خدا به دلها نگاه میکنه، حالا نه اینکه خدا نکرده شیل و پیله از تو قلب پدر مادرت، ولی خب هر چیز حکمت خودش داره. حالا ما نه رو میگیریم نه مثلا چادر سر کنیم، اونا حالا مامانا چادر سر میکنن مثلا، ولی به من میاد دیگه این ماما پله من. ببخشید من یه ذره دراز میکشم. خواهش من راحت باش. زیاد سوال کنم نه؟ فیض میبرم. نه فیض میبرم. زنده باشه قربون شما. عزیز من. مثلا حضرت اول فرض رو من الان پوسترشو دارم خب. اصلا فکر نمی کنم که مثلا پوستر حضرت اول فرض باشه یا حضرت علی باشه. مرید حضرت علی هم. خیلی دوستش دارم. ارادت دوست دارم. نظرم میدم. همیشه خودم تنها نظرم. 8-9 ملی فقط نرز میدم من در سال. قبول باشه. قرآن مجید. حالا این گفتن نداره نبا دادم بگیم. ولی خواب دیدم که مثلا نصف شب همینجور آب داره میاد از توی قاب بیرون. گفتم یا ابوالفرج یا ابوالفرج. خودشم ندیدم ها. سبز بود داخل. که مثلا لاپ سبز گشته باشن اونجوری بود. ولی خلاصه کلام که من با این امام عجینم. قبول باشه. یه اجازه بده شهرمندن. آقای مسعود 2201 آنفلای داداش. برای چی نوشتی آنفلای داداش؟ هر جو دوست داری 10 دفعه آنفلا بکن. مثلا ریپورت بزن. مشکل چیه؟ نمیدونم اومده نوشته آنفلای داداش. اما افیسال سید دادا جواب بده کارت دارم. جونم داداش در خدمتم. سرپا گوشت داداش. داشتم صحبت های بانو شوره تهرانی رو گوش میکردم عزیزم. من اگه کامرنتی رد شد ما رو به بزرگواریتون ببخش. بچه های بلاک راک همه سرباز بتن بانو شوره. سرباز پیدا کردی دیگه. مبارکت بشه آبا بروز عزیز. فقط سید خودت بقیه عداتو در میارم. ممنونم. هر بیجی کرد کردستان سلام سید سر سلامت پاینده باشی مرد بزرگ. شما هم همینطور حامد جان. آقا حسین عزیز سلام به روزیان نوشته. خب بده یه سر برگردم اقعا بیرون کامنت ها رو بخونیم. این که نوشته بود من آنفولایی داداش برای خودش نوشته. این بعضی هم برات نوشتن. قبول باشه نظرات. سید میتونی تو دایرکت جواب بدی؟ یه کاری باید دارم. آها اون 7 آمو افیسال با دایرکت نه شماره واتساپ هم هست به روی چشم داداش. حالا دایرکت بنویس سوالتو غلامت میخونم بعد به جواب میدم از لایف که تموم شد. متین عزیز آبروز اسکندری نشته بانو شوره سلام. دیروز توی رینگ فیلم گرفته بود. کی تو رینگ فیلم گرفته بود؟ کی؟ نمیدونم. دارم برمیگردم. سید عشق دارم کامنت ها رو برمیگردم میخونم. لطفا این یارو که هی این چیزا رو میذاره بندازش بیرون. کی این چیزا رو میذاره؟ آقا مگه این لایف زنده نیست؟ آره داداش لایف زنده است. داریم نفس میکشیم. آقا عزیز کردی هر بجی سعی کردم همه کامنت ها رو بخونم دیگه به بزرگواریتون ببخشید. حالا بریم اون آخر. سلام سید جان خوبی؟ آقا شجایی آقا بهروز سلام نوشته. و واب بالای چه ترسناکه. آیا وحشت میکنه ببیند؟ به تو گفت منو؟ گفت چه وحشتناک ترسناک آدم وحشتناک. نه این چیزها رو گذاشتی؟ آه گربه خراسان کاری داری در خدمت این بجی کردستان. هلو هلو هر بجی کرد بانشور سلام. سلام از ماز برا آقا ابراهیم عزیز. من نوکر هر دوتاتونم. آمیتی غلامتم درم در میزنم. من با عزتون خداحافظی میکنم. در پناه خدا. یعنی خداحافظ. خداحافظ.